خونه تو سر تا سر وجودم حس کردم. خداوند نزدیک شکست دلان است. عیسی مسیح فکر و قلب دردمند منصوره را شفا بخشید و همچنین شوهرش را از اسارت اعتیاد و ناراستی آزاد ساخت و زندگیشان را با نور الهیش درخشان ساخت. دیگه نقشه های من عوض شده بود. طرز فکرم عوض شده بود. هر روز کتاب مقدس میخوندم. هر روز برای شوهرم دعا میکردم. هر روز باش حرف میزدم. براش تیکه هایی که تو کتاب مقدس خودم میخوندم برای اون هم میخوندم. و تغییراتی که در من به وجود اومده بود باعث میشد که شوهرم با نگاه کردن به من تغییر پیدا کنه و دعاهای ما لبس خداوند از اون انسان جدیدی بسازه. خداوند به اون قدرتی داد، غیرتی داد که تصمیم گرفت وقتی دیگه تو اعتیاد نباشه این کارو انجام داد و دیگه هرگز به طرفش نرفت. معجزه زنده خدا انجام شده بود و داشت جلوی چشمای من راه میرفت. کسی که ازش متنفر بودم، کسی که هر لحظه از زندگی آرزوی مرگش رو میکردم، حالا بهش عشق میورزیدم. الان حرف زدنش، لبخندش، همه باعث شده بود که همه چی به خونه برگرده. نور خونمون به جاش برگرده، محبت به خونه برگرده و ما همه اینها رو از عیسی مسیح داشتیم، از حضور خداوند داشتیم. داستان زندگی خانم منصوره رو با هم دیدیم. دیدیم که چطور از شدت نفرت و کینه آرزوی مرگ شوهرش رو داشت. هرچند ایشون به خاطر مشکلات قلبشون فشرده شده بود و تمام وجودشون زیر بار اون مشکلات خورد شده بود، ولی اون عشق و محبت چطور به مرور تبدیل به نفرت شده بود، این نشون دهنده اینه که سرمنشأ این عشق پایدار و مستحکم نبوده. کار خداوند تبدیل نفرت به عشق. زندگی خانم منصوره با عشق و محبت شروع شد، ولی با گذشت زمان با بروز مشکلات و مسائل اون عشقشون به نفرت تبدیل شد. ولی وقتی خانم منصوره به خداوند ایمان آورد، خداوند اومد و اون نفرت رو از زندگی اونها برداشت و یک عشقی عمیق‌تر در زندگی اونها قرار داد. چرا که خداوند خودشو در کتاب مقدس خدای عشق و محبت معرفی میکنه. میخوام قسمتی از کتاب مقدس رو در این رابطه بخونم که محبت واقعی چه نوع محبتی هستش. محبت بردبار و مهربان است. محبت حسد نمیبرد. محبت فخر نمیفروشد و کبر و غرور ندارد. رفتار ناشایسته ندارد و نفع خود را نمیجوید. به آسانی خشمگین نمیشود و کینه به دل نمی گیرد. محبت از بدی مسرور نمی شود، اما با حقیقت شادی می کند. محبت با همه چیز مدارا می کند. همواره ایمان دارد، همیشه امیدوار است و در همه حال پایداری می کند. محبت هرگز پایان نمی پذیرد. این نوع محبت، محبت الهی است و همین نوع محبت باعث شد که زندگی خانم منصوره عوض بشه و باعث شد که او با اون افکاری که داشت، با اون نقشه و برنامه‌ای رو که داشت کنار بگذاره و با محبت خدا باعث بشه که زندگی شوهرش نیز دگرگون بشه. عزیزان، شاید شما و یا دوستان و آشنایانتون در همین نوع مشکلات و در همین نوع فشارهای زندگی قرار دارید، ولی خداوند با اون عشق و محبتش میخواد دستش رو بر زندگی شما بگذاره، میخواد که زندگی شما رو دگرگون کنه. ما میخواییم که دعا کنیم و از شما خواهش میکنیم که در این دعا با ما شریک باشید. خداوند، با تمام دلمون، با تمام وجودمون در نام عیسی مسیح زنده تو رو میپرستیم. تو خدای محبت، تو خدای پر از عشق، تو خدای پر از رحمت، توی که خالق هستی، توی که خالق یکی که ما هستی و تک تک ما رو میشناسی. خداوند، دعا میکنیم به نام عیسی مسیح وارد زندگی عزیزانی بشی که امروز برنامه ما رو نگاه میکنن و دلهاشون شکسته، تحت فشارهای روحی و روانی قرار گرفتن، اون عشق اول زندگیشون از بین رفته، اعتمادشون نسبت به همسرشون کم شده به دلایل مختلف. خداوند، دعا میکنم با اون محبتی که صحبتش شد، محبتی که گذشت داره، محبتی که نفع خودش رو طالب نیست، محبتی که
زندگی رو عوض میکنه. خداوند این چنین محبت در قلب این عزیزان بریزی که بتونن با محبت تو، با حکمت تو، با قدرت تو خداوند زندگیشون رو عوض کنن. ای خداوند، دست پر مهر و محبت تو، حضور شیرین و پر جلال تو وارد زندگی این عزیزان شده. این زوجهای عزیزی که خداوند از زندگیشون که در روزهای اول لذت می‌بردن ولی متاسفانه بعد از مرور زمان، بعد از مشکلات تبدیل به نفرت شده، خداوند و تغییر بده زندگیشون رو. اراده تو این نیست که زوجها، خانواده ها رنج ببرن. اراده تو این نیستش که خداوند و خانواده ها متلاشی بشن. دعا میکنم به نام عیسی مسیح که نام او و حضور او زندگی ها را دگرگون میکنه، خداوند و تو زندگی این عزیزان رو دگرگون و تبدیل کنی. متشکر تو هستیم ای خداوند. نور تو بر زندگی این عزیزان تابیده و هر نوع تاریکی و هر نوع زشتی و هر نوع خداوند و غم و غصه رو بیرون کنه و شادابی و طراوت تو وارد زندگی این عزیزان بشه. ستایش میکنیم تو رو در نام پرجلال عیسی مسیح. آمین. از آن که با ما دعا کردید، شاید احساس کردید که خداوند با قلب شما صحبت کرده، شاید احساس میکنید که واقعا یه تغییری در زندگی شما داره شروع میشه، ما دوست داریم که از این تغییرات با خبر باشیم. از شما خواهش میکنیم که برای اینکه با ما در ارتباط باشید، از طریق ایمیل tv@kalame.com با ما در تماس باشید. و یا اگر احتیاج به کمک و راهنمایی بیشتری دارید، میتونید به وبسایت kalame.com مراجعه کنید. بعد از پخش آگهی با یک مهمان عزیز در خدمت شما هستیم. کارتون می تواند هویت گم شده شما را بار دیگر احیا نماید. خیلی خیلی کارتون قشنگی بود و ما خیلی کیف کردیم، هم ما هم بچه‌ها، و چقدر برای خود ما این آموزنده بود و کاش که بیشتر از این فیلم‌ها بسازیم. لطفاً برای تهیه کارتون ارزش شما با شماره تلفن و آدرس زیر تماس حاصل نمایید. همچنین می توانید کارتون را در سایت kalame.com مشاهده نمایید. در ضمن می توانید کتابچه ارزش شما را تهیه و به دوستانتان هدیه بدهید. برای بچه‌ها، تمام بچه‌ها، نه بچه‌ها، و تمام مردم در دنیا اینو محبت خدا رو نشان دادن. ما خیلی خیلی خوشحال شدم. دوستان عزیز، شاید شما زندگی خیلی خوبی دارید و خودتون رو در اوج خوشبختی می‌بینید. البته این برکتی از طرف خداونده، ولی برای حفظ این برکت و برای رشد این برکت لازمه که خداوند سرور و پادشاه زندگی شما عزیزان باشه. بله، و امروز مهمان عزیزی داریم که در خدمت ایشون هستیم و می‌خوایم در مورد نفرت و کینه‌ای که ممکنه در زندگی به وجود بیاد با ایشون سوالاتی رو مطرح کنیم. خیلی خوشحالیم که خواهر شامیران که امروز در برنامه کلمه در خدمت شما هستیم. خوش آمدید. خیلی ممنون. منم خیلی خوشحالم که بین شما هستم. یکی از سوالاتی که هستش خواهر شامیران اینه که متاسفانه خیلی از زوجها در ابتدای زندگیشون، مثل خانم منصوره، با زندگی فوق‌العاده پر از عشق، پر از محبت شروع میکنن، ولی به مرور این عشق و محبت تبدیل به نفرت میشه. شما چه صحبتی برای این عزیزان دارید؟ زندگی همه ما با عشق و محبت شروع میشه. در ماهای اول، روزهای اول خیلی با محبت هست، چون مشکلات نداریم، ناراحتی ها نداریم، همدیگر رو دوست داریم، عشق میورزیم. ولی هر چقدر پیش میریم زندگیمون مشکلات میاد و در ذهن ما باید بدونیم که ما زن و شوهرها اختلاف سلیقه داریم، اختلاف نظر داریم، در توانایی‌هامون